با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. دیدبان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد. نخست وزیر عراق موفقیت آمیز بودن طرح زیارت اربعین را اعلام کرد. وزیر کشور عراق: هیچ حادثه امنیتی در زیارت اربعین سال جاری ثبت نکرده ایم. و بیش از 2000 مسلمان روهینگیا از ابتدای ماه جاری به بنگلادش پناه بردند.